درود یاران به سومین برنامه نوروزانه مجید رحیمی خوش آمدید. امروز 27 اسفند برابر با 27 اسفند 1398 برابر با 17 مارچ 2020 هست. ما در دوران ویروس کرونا به سر میبریم، ویروسی که الان حتی از خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان هست هم بزرگتره و تمام جهان رو الان داره رهبری میکنه. بسیاری کشورها مرزهای خودشون رو بستن و قوانین بین المللی داره عوض میشه. ما چرا تعجب میکنیم؟ مایی که بارها میگیم گذشته آنجور که بود نمونده و حال هم آنجور که هست نخواهد بود و اون چیزی که در آینده خواهد آمد هم نخواهد ماند و تغییر کرد، باز تغییر میکنه، باز ما تعجب میکنیم که آقای چه روزگاریه که به وجود اومده. ما در رودخونه زندگی داریم شنا میکنیم. امروز رو نیده بودیم به این جای رودخونه، هنوز خود زمان هم نرسیده بوده، رسیدیم. و این مشکلات هست، یک پیچی هستش که ما باید این پیچ رو بپیچیم و بتونیم به زندگی ادامه بدیم، به شنا در این رودخانه ادامه بدیم. مگه تاریخ و با دفتری ده ها بیماری جهانی دیگر که آمد، مگه تاریخ رو تونست باز نگه داره؟ نه، اینم یکی از اونهاییه که هر زخمی که من رو نکشه قوی ترم میکنه. و سعدی نازنین گفت بنی آدم اعضای یک پیکرند، نه یک دیگران. بسیاری از فیلم ها رو میبینیم که میگه بنی آدم از های یک دیگران. آقا من کجای تو هستم؟ من کدوم عضو تو هستم؟ چیه؟ یک دیگران کجاست؟ بنی آدم از های یک پیکرند، یک پیکر که در آفرینش ز یک گوهران. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی زمانی که کوچکترین انگشت من یک ذره زخم میشه، ازش خون جاری میشه، تمام هوش و حواس و دست و پای من همراهی میکنن که این رو نگه دارن. پای من من رو ببره به بیمارستان، ذهن من نگاه کنه ببینه چه کار میتونم بکنم که جلوی این خون ریزی رو بگیرم. تمام هوش و حواس و دانایی و انرژی من صرف اینه که به داد این انگشت برسم. حالا شما حسابشو بکنید که یک نفر انگشتش هم داره خون میاد، بی توجه داره به راه خودش ادامه میده، دیگران اون وقت ازش فاصله میگیرن. اگر او به خودش برسه همه میدونن به کمکش، اما اگر ببینن بی خیاله همه ازش فرار میکنن. میگن این بابایی که به فکر خودش نیست چطور میتونه به فکر ما باشه؟ تویی که عاشق خودت نیستی چطور میتونی عاشق دیگری باشی؟ پس عشق اول به خود آدم برمیگرده. من اول باید خودم رو بتونم دوست بدارم که بعد بتونم همسایه‌ام رو دوست بدارم. و درست این برنامه هم برای همینه که شاید بتونه در این دوران سخت، در این پیچ خطرناکی که زندگی داره ازش عبور میکنه، کمکی باشه برای هم نوعان عزیز خودم که در هر کجای جهان هستن، اونهایی که فارسی میفهمن و اونهایی که مثل بچه های من کمتر فارسی رو میفهمن ولی علاقه دوست دارن و دوست دارن بیاموزند. این رو گفتم یاده یه داستان نیمه شیرین افتادم که چندی پیش، اینو همیشه میخواستم تو برنامه های مختلف تعریف کنم
پیش نمی اومد. اما الان میبینم زمان خیلی مناسبیه، البته هم توش خنده داره و هم گریه داره. چندی پیش دوستی داشتم اینجا که چندی پیش این کافی رو که نزدیک من داشت بست، به نام سیروس. سیروس یک کافی داشت به نام فرنسی که خودش زاده آلمان بود، از مادر آلمانی پدر ایرانی، فارسی رو صحبت میکرد شکسته بسته، ولی خیلی علاقه داشت که فارسی رو یاد بگیره و هر موقع که من میرفتم اونجا این سعی میکرد با من فارسی صحبت کنه. خجالتم نمیکشید، مثل بعضی از همیهنهای ما که مغازه‌ای دارن وقتی میره اون تو شروع کنه با تو آلمانی صحبت کردن، بعد حتی کسی هم اونجا نباشه بازم آلمانی صحبت میکنه. بهش میگی چرا الان که دیگه کسی نیست چرا آلمانی حرف میزنی؟ میگه نه میترسم عادت بکنم موقع یکی باشه من با تو فارسی صحبت کنم خجالت بکشم. میگم مردی که تو باید افتخار بکنی که یه زبان بیشتر بلدی، نه اینکه خجالت بکشی چون یه چیزی بیشتر میدونی. آلمانی یه زبان بلده، تو 3 تا زبان 4 تا زبان بلدی، ترکی بلدی، فارسی بلدی، تو سرت بخوره انگلیسی بلدی، بعد خجالت میکشی ازش استفاده کنی؟ سیروس اینطور نبود. سیروس خیلی دوست داشت که فارسی رو صحبت بکنه. من نشسته بودم، یعنی قبل از اینکه مشتریاش بیان رفته بودم نشسته بودم، ساعت 10 صبح بود، داشتیم با هم گپ میزدیم، گفتگو میکردیم که هیچ کس اونجا نبود، فقط سیروس بود و من، و یک کسی وارد شد. از دور که هم تو داشت میامد سیروس گفت اینم فارسی بلده و اومد خیلی مؤدبانه، ما مرد گنده پیکل گنده ای هم داشت، اومد و بعد سلام. گفتم سلام، حال شما خوبه؟ خب این نوع سلامش این رو به من رسوند که من اینجا به دنیا اومدم، بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن فارسی صحبت میکنن اینطوری صحبت میکنن. بعد گفتم سلام، حال شما خوبه؟ من خوبم، مرسی. گفتم خب چیکار میکنی؟ من اینجا کار. گفتم باریکلا، چقدر فارسیت خوبه، خیلی جالب برای من، اینجا به دنیا آمدی؟ نه من در ایران به دنیا آمدم. بعد خب گفتم حتما بچه که بودی آوردنت اینجا. نه من متاسفانه یه خورده بعدن آمدم اینجا. گفتم یعنی مدرسه رو تو ایران رفتی اینجا؟ در ایران. گفتم خب من اینجا اومدی دبیرستان رفتی؟ دبیرستان هم در ایران بودم. گفتم خب تحصیلات کردی؟ بله. در ایران تحصیلات کردی؟ من لیسانس هستم. گفتم آقا شما تمام زندگی تو در ایران بودی، چند سال اینجایی؟ 3 ساله. چند سالته؟ 29 سالم. گفتم مردی که تو قبل از این که به دنیا بیای من اومدم اینجا، 33 سال اینجا هم ایرانم نبودم، تو درس تو در ایران به دنیا اومدی، مدرسه رفتی، دانشگاه رفتی، این فارسی صحبت کردنته؟ این فارسی صحبت، یعنی اینقدر عصبانی شده بودم این چه فارسی صحبت کردنی؟ بعد میبینم میگه، گفتم آلمانی چطور؟ گفت آلمانی نه زیاد خوب. گفتم خب آلمانی هم که بلد نیستی، فارسیتم که اینه، وقت من نزنم تو سر تو. واقعا آدم حیران میمونه که نه من دیدم شما فارسی خوب صحبت میکنید، من دست و پامو گم کردم. گفتم ببین فقط برای همین جوابم که شده آدم باز حکم اعدام رو مجددا در آلمان جاری کنه، فقط برای همین جواب. یعنی واقعا بعضی ها من نمیدونم ذهنشون چجوری کار میکنه که اون چیزی رو هم که بلدن، آخه یه زمان هستش که شما عوض میکنید. یعنی من زمانی که آمده بودم آلمان یک مقدار انگلیسی همون دست و پا شکسته ای که تو مدرسه و دبیرستان اینها یاد میگرفتیم رو بالاخره بلد بودم، و اما مجبور بودم اون زبان رو بذارم کنار. خوشبختانه با زبان فارسی، خوشبختانه که میگم در مورد زبان خیلی مهمه که شما در این زمان
اگر زبانی رو یاد میگیری، چون من آلمانی رو با آلمانی یاد گرفتم، دوبار برای من دیکشنری از ایران فرستادن، دوبارش هم گویا گم شده بود تو راه، زبان رو از آلمانی با آلمانی یاد گرفتم، یعنی یک مبحث اون چیزی رو که میتونستی لمس بکنی رو، خب درخت رو میگفتن آقا مثلا در بام، خب تو میدونستی این در بامه، آرتیک یک چم دره، میتونی ببینیش و هر موقع یادت میومد. اما یک چیزهایی هست هیچ معناییه، مفهومه، اینی که به این سادگی تو نمیتونستی بفهمی وقتی دارن به آلمانی به آلمانی به تو توضیح میدن. تو خود اون واژه ها رو هم توش مسئله داری، چون مثل یه بچه یه که تازه تو به دنیا آمدی تو این فرهنگ، تو این فضا، خب سختتر یاد میگیری ولی عمقی تر. به خاطر همین من زبان انگلیسی رو گذاشتم کنار، با فارسی هم کمتر سرکار داشتم که بتونم این زبان رو واقعا یاد بگیرم. دلم نمیخواست شکست بسته صحبت بکنم مثل بسیاری از ملیت‌های دیگه‌ای که هستن در آلمان. خوشبختانه بسیاری از ایرانی‌ها خیلی خوب آلمانی رو یاد میگیرن، چون متوجه شدن که زبان بنیاد هر چیزیه. اما تو چیزی رو که نداری با چی میخوای عوض بکنی؟ در صورت این دوست عزیز ما که 29 سالش هم بود، الان دیگه 30 سالی شده، هم امیدوارم که فارسی رو بهتر صحبت کنه، یک الان براتون میخواستم یک آهنگی رو از ویگن، شکوفه میرقصد از باد بهاری، اینو با هم گوش کنیم دوستان. باد بهاری سوی ما دارد. زندگی همیشه جلوه های زیبایی داره که اگر تو بهش نگاه کنی او هم به تو نگاه میکنه. این جلوه رو از دست که ندیم، دنبالش که بریم بیشتر بهش میرسیم. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. امروز داشتم خودم را آماده میکردم که برای این سومین برنامه که بتونم در خدمت شما باشم، که بتونم واقعا برای یک ذره لبخندی به لبهای شما بیارم، یا یه مقدار حواستون رو پرت بکنم از این روزگاری که درش هستیم و میتونیم بشینیم به پای هم، حرفای هم دیگه و داستانهای هم رو گوش کنیم، وقت داریم. بعد داشتم آرشیو، خب من 16 سال برای کیهان لندن مقاله می نوشتم، آرشیو خیلی، حالا این یک دهم اون چیزی هست که من تونستم پیدا کنم، یعنی انتخاب کردم که در میون اینها هم یک سری انتخاب بکنم که کدوم رو میتونم براتون بخونم که وصف حال الانمون باشه. به مواردی برخوردم، دیدم چقدر زمان گاهی تکرار میشه. ما یک بار دیگه هم این انفجار رو داشتیم تو مملکتمون، یعنی در واقع کرونای اصلی میهن ما 40 سال پیش آمد و این کرونا یک هزارم ویرانگری اون کرونا رو نداشت، چون ما حداقل به 150-200 سال عقبتر پرتاب شدیم که وقتی
صحبت میکنیم از سال 57 که آمدند یا آوردندمون در خیابان که بیایم لگد به بخت خودمون بزنیم و قطاری رو که داره به طرف سازندگی و روشنایی میره، حالا هر چقدر لنگان، هر چقدر آرام حل بدیم، کمک باشیم که بهتر بشه، رفرم احتیاج داریم، رفرم بهش بدیم، آمدیم خودمون چنان لگدی به بخت خودمون زدیم که به اینجای رسیدیم که متاسفانه هر روز ناله میکنیم، نسل‌های جدید ناله میکنن که این چه کاریه. مقاله ای رو که عنوانشون رو براتون خوندم، عنوان شعر حافظ از بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، در کیهان لندن شماره 1212 سال 24مش، پنجشنبه 4 تا چهارشنبه 12 تیر ماه 1387، یعنی 11 سال پیش، که برابر میکنه با سال 2008، براتون میخونم. امیدوارم چیزهایی در این مطلب باشه، اما بعد از اینکه این رو خوندم، حتما خاطری شیرینی که با کیهان لندن داشتم، البته برای اون زمان خیلی مصیبت بود ولی بعدن شیرین شد. گو اولش قرار نبود عاشقان رو بکشن، بعدن قرار شد. با فروپاشی نظام سلطنتی در ایران، نو به قدرت رسیدگان تمام نیروی خود را صرف آن نمودند تا نسل از دیدگاه آنان پوسیده و رژیم پهلوی دیده را به هر طریق ممکن خاموش و سر به راه نگاه دارند، تا نسل و نسل‌های پرورش یافته آنان از راه برسند و عاشقانه دوام این حکومت را تا آمدن مهدی موعود تضمین کنند. حتی رهبرشان که اقتصاد را از آن خر می دانست، به مریدان فرمان تولید مثل خارج از اندازه را داد. تا آنچنان که خود اعتراف می نمود، آنان را در پای درخت اسلام قربانی نماید. مگر یادتان نیست که آیت الله خمینی پیوسته می گفت درخت اسلام خون می خواهد. انقلاب به پیروزی رسیده بود. در جامعه وبای دربدری و گیجی چنان حاکم شده بود که هیچ کس نمی دانست دیگری اکنون کجاست. خشونت حاکم جدید بود و همه اسیر این حاکم شده بودند و حتی هنرمندان، خواننده ها و نوازندگان نیز در امان عطوفت و بخشش مسلمانان تازه به قدرت رسیده نبودند. سالها بدین گونه گذشت. غبار انفجاری که جامعه را از هم دریده بود و هر یک را به گوشه از عالم هستی پرتاب کرده بود، نم نمک فرو نشست و مردم کم کم با مالیدن چشم ها توانستند نخست دور بر خود و سپس دورترها را ببینند. ولی هنوز این بیزداران اسلام تمام تلاش خود را در غبار آلوده کردن فضا به کار می بردند. ما این فضا رو دیدیم، شاهد بودیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور. در خارج از کشور سرمایه‌گذاری های خیلی بیشتری شد که این فضای غبار آلود ادامه پیدا بکنه. هنوز هم این کار می کنن. هر گوشه عالم را ایرانیان از جهنم گریخته مأوای خود نمودند و کم کم ریشه در خاک غربت دواندند، اما ایران را هرگز از یاد نبردند. ایران دوباره در جای جای دنیا جان گرفت و پس از چند سال ارتباط میان این ایرانیان از هم دور افتاده برقرار شد و در میان هنرمندان، هم از خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز
و نوازنده این مهم را به دوش گرفتم و با هزاران هزار مشکل که گاهی بعضی از آنها حقیقتاً غیر قابل حل می نمود دست و پنجه نرم کردن و از شهری به شهری و از کشوری به کشور دیگری و از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر مسافرت‌های جان فرسا را به شوق و به عشق دیدن و گرد آوردن هم‌میهنان و دوباره دور هم جمع کردن آنها به جان خریدند. بارها می‌شد که در کنسرتی فقط 20 یا 30 نفر حضور به هم می‌رسوندند، ولی هنرمندان در فکر دست کشیدن از این مسئولیت زیبا نبودند و حتی برای آن تعداد کم هم، چنان که گفتی سالن پر از میهمان است، هنرشان را به بهترین وجه بر صحنه می آوردند و هم میهنان خیش را برای ساعاتی از فکر هزاران غم و مشکلات به دور نگاه می داشتند و با انرژی فراوان راهی منزلشان می کردند که هر کدام از راه های دور به این کنسرت آمده بودند. و این پژواک ها پیچید و پیچید و هر روز بر تعداد مردم اضافه گشت و این صداها به داخل ایران راه پیدا کرد و از آنجا که آدمی بنده محبت و احساس است، این احساس ها همراه با کاست ها و سی دی های روانی ایران شدند و دست به دست میان جوانان و پیران و کودکان چرخیدند و از روی هم ضبط شدند و به گوش همه ایران رسیدند تا آنکه تلویزیون های ماهواره‌ای به دنیا آمدند. این زمان هنرمند ایرانی مقیم خارج که سالها با دل و جان از خود مایه گذاشته بود، هر بار و در هر کنسرت شاهد آن بود که چگونه جوانی که تازه از ایران آمده و حتی زاده بعد از انقلاب نیز هست، عاشقانه وی را در آغوش میگیرد و با قلب خیش در مقابل وی کرنش میکند و سر تعظیم فرود میآورد. به راستی چرا؟ و واقعا آیا این دولت مردان نمی بینند و نمی خواهند بشنوند و بفهمند که چرا کودک 10 ساله‌ای از بستگان خود من بعد از شنیدن خبر مرگ شادروان مهستی به تلفن خانه شهرش می رود تا همراه پدرش به من که افتخار همراه بودن با این کاروان موسیقی و ترانه را دارم تسلیت بگوید؟ واقعا چرا؟ مگر این کودک نمی بایست تمام روح و روانش از آن این ایدئولوژی انقلاب اسلامی باشد؟ اصولا این کودک مسدی یا دیگر هنرمندان را از کجا می شناسد؟ و چه رابطه‌ای با آنان دارد؟ و کلن از ترانه های آنها اگر هم به دستش برسد و گوش بدهد چه می فهمد؟ آری، زبان عشق زبان دیگری است. همدلی از همزبانی خوشتر است. این یک مصرع، یک جهان درش است. حرف مولوی، همدلی از همزبانی خوشتر است. که حتما نباید، آری زبان ای زبان دیگری است که حتما نباید با کلام و واژه بیان شود. این آقایان گمان میکنند با برنامه‌های متعددی که برای خراب کردن شخصیت ایران، ایران دوستان واقعی داخل و خارج از میهن اجرا مینمایند و میلیون‌ها دلار هم سرمایه آن مرز و بوم را خرج این کار میکنند، میتوانند کاری از پیش ببرند. به این آقایان بگویید آری هنرمندان می مینوشند، می رقصند، می خوانند و با سرمستی خود ملتی را از عشق و محبت و دوستی و احساس سرمست می کنند و همگام با ملتی فریاد برمی آورند که بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست.
دلدار بلبل دارد سخنها آراید از ساز سخن بزر چمنها پروانه در بزر پرد آمدی خمنها باده بهاری بابی قراری شکوفت پرپری کند لال پریشان شکوفه می رقصد جای یک گلاس شراب خالی ها دلها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم بابا امروز یک پستی به دستم رسید که البته این رو بگم من برای دشمن خودم هم آرزوی بدی ندارم آرزو ندارم بمیره آرزو ندارم بره زیر تریلی 18 چرخ آرزو ندارم کرونا بگیره فقط آرزو دارم آگاه بشه و عاشق بشه پسی برام رسیده بود که آرزو کرده بود که همه اینها همه این کسانی که امروز سر قدرت هستند و مخالف ملت و فرهنگ و تاریخ و منافع ملی ما هستند و دشمن ترین دشمن ما هستند در این سرزمین کرونا بگیرن گفتم نه امیدوار نیستم کرونا بگیرن امیدوارم کرونای بیداری بگیرن امیدوارم کرونای عاشق شدن بگیرن امیدوارم کرونای داشتن وجدان بگیرن که بهترین کرونای جهانه اما امروز با خبر شدم که همسر گویا این خانم اصلا اسم نداره همسر محمد یزدی منزلشون کرونا گرفته اینه حالا سوال پیش میاد که این کرونای بدبخت چطور تونسته وارد بشه نگاه جان مادرتون یکی به ما به داد ما برسه این کرونا چطور تونسته اصلا وارده این آبجی بشه که کرونا به ایشون بده من حیرون موندم ما نمایندهی داشتیم در مجلس ایران یعنی واقعا باید این عاشقانه این جمهوری اسلامی رو پرستید و پرستید چون در مجلس ایران خانمون بود به نام اشرت شایق بله اشرت شایق گویا نماینده مجلس بوده از تبریز بعد سخنی گفته بود که من در کیهان لندن جوابش رو دادم کیهان پنجشنبه 19 تا چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1392 جوابی به این خانم دادم که براتون میخونم ۱۳۸۵ خورشیدی برابر با 2006 میلادی پوستچی در کیهان لندن خود عالی جناب احمد احرار بود یعنی سردبیر کیهان لندن که خودش در پاریس زندگی می کرد و می کنه و کیهان در لندن بود که دوست نازنینم زنده‌یاد ناصر محمدی معاون سردبیر در
محل حضور داشت و در دفتر کیهان لندن. اتفاقا تو برنامه صدای آشنا چندی قبل از اینکه فوت کنه به برنامه دعوتش کرده بودم که در یوتیوب هم حاضره. انسان فرهیخته‌ای بود، شاعر خوبی بود و سردبیر، معاون سردبیر خیلی خوبی بود. و من این پست رو برای پست چی فرستادم. پست چی یک قسمتی داشت در کیهان که نکات ناب روز رو در اون قسمت می آورد، کوتاه یا گاهی نسبتاً کوتاه یا نسبتاً بلند رو در اونجا در اون قسمت چاپ میکرد و پوزشی پرخواننده ترین قسمت کیهان بود. من نوشتم پوزشی نازنین، نمیدانم چه حسابی است که اولا اکثر کسانی که اسم تیتر هست فرق است ما بین شایق با شقایق. بعد برای پوزشی نوشتم نمیدانم چه حسابی است که اکثر کسانی که اشرت نامیده می شوند از ظرافت زنانه بی بهرند. البته با پوزش از اشرت خانم های زیبا. و ثانیاً اکثر این اشرت خانم ها بی آنکه نام خود را معنی کنند شدیداً چماق تکفیر را بر سر واژه اشرت کده می کوبند و با تعصبی خاص هر آنچه را که مورد قبولشان واقع نشود نام اشرتکده بران می نهند و یا به قولی آخر کتاب را می گشایند، در صورتی که اشرتکده همون سرای یا خانه اشرت است. یکی از این اشرت خانوم ها همین خانوم نماینده مجلس اشرت شایق است که علاوه بر تحمیل کردن خود به مردم فلک زده تبریز به ورزشگاه ها هم می رود تا رعشه بر جان این و آن اندازد و آن رعشه را رعشه عشق بنامد و سپس این رعشه را به حساب مردان ناسالم بگذارد و سپس آن مکان ورزشی را اشرتکده نام نهد و آن را در پیچه ای از گناه و معصیت بپیچد و به دست این و آن دهد. کیهان شماره 1088 خودمان مطلبی داشت در همین راستا از این خانوم چماق به دست سابق گردان خواهران زینب و کوکب و نماینده فعلی مجلس اسلامی با عنوان اگر در استادیوم ها آقایانی ما را ببینند عشق کنند و رعشه پیدا کنند گناه دارند. حالا این عکسی که از خانوم همسر آقای محمدی یزدیدید که کرونا بدبخت با چه زحمتی تونسته وارد این دژ بشه و بره بچسبه به ایشون، کروناش معلومه که مردانه بوده و زن ندیده هم بوده بنده خدا، چون آمده رفته سراغ چه کسی. این خانم اشرت شایق هم از همین دست بود، با همین نوع لباس پوشیدن اینها، که بعد از اینکه ایشون این حرف رو زده بودن که ما گفته بود، نگفته بود خانم ها، گفته بود ما اگر بریم در استادیوم ها و آقایانی ما رو ببینند عشق کنند بعد رشه به تنشون بیفته این رشه گناه داره. بعد نوشتم اعتراف میکنم به اینکه بنده هم گناهکارم، زیرا با دیدن عکس ایشان و در روزنامه چنان رشه ای از ترس بر جانم نشست که عشق نکردم هیچ، که کم مانده بود سکته کنم که آخر دست طبیعت چقدر میتواند بیرحم باشد و این مخلوق را چنان از ظرافت‌های جنسی که قرار است باشد یا میخواهد باشد محروم سازد. و البته عمر انقلاب اسلامی دراز باد که نه تنها با حجابی اسلامی تمامی معایب سرکار خانم را پوشانده و بسیاری از مردان را از ایست قلبی نجات بخشیده، بلکه حتی پست نمایندگی مجلس را هم از آن ایشان ساخته است. کجاست آن امام جمال دوست و جمال پرست که جمال این خانوم اشرت شایق را در شعری به وصف بکشاند؟ شعر
خال لب دوست. برای هر گونه عدم سوء تفاهم، این قطعه شعر را از طریق کیهان لندن به گوش ایشان میرسانم و این جمله را هم ضمیمه می نمایم که در ایران جراحان پلاستیک قوغا می کنند. و حالا شعر رو تقدیم می کنم. من اینو روی کپی کرده بودم ولی از گوشه کپی یک مقدار از لبه های کلمه افتاده، به خاطر همین من گیر میکردم موقع خوندن، داشتم از روی کپیش میخوندم. الان دارم میرم تو خود متن روزنامه که از قسمت پستچی اون رو بکشم بیرون. البته اگر پیداش بکنم که گویا به این سادگی ها قرار نیست پیداش بکنم. پستچی عزیز کجایی؟ چرا پیشم نیایی؟ خب من پیدا نکردم دوستان تو این که، ولی خب اب نداره، من مجبورم از همون روی کپی ناکاملش بخونم دیگه. وحشت کند هر کس که بیند روی دشرت، وحشت کند هر کس که بیند روی دشرت، خود را مکن با واژه هم پای شقایق. بلبل همیشه بوده است دنبال سنبل، اما کجا بر بلبلان خس بوده لایق. دل را به دریا میزنی در ظلمت شب، صد آرزو بر دل کنی در آن دقایق. دریای طوفانی کند کشتی دگرگون، اما نباشد در پی بشکست قایق. گلها چو زیبایند نمایند چهره خیش، تا که شوند بر بلبل و پروانه فایق. اما تو را گویی طبیعت برده از یاد، به آنکه باشی در حجابی لای عایق. گفتی رفتی به باغ بلبلان، آنها پریدند، خود را به رعشه آوری کردی تو لایق. اکنون گناه کردی و بر آن اعتراف است، رو دل گشا در جمکران میگو حقایق. آن بلبلان هرچند دنبال گل هستند، یا این بلبلان فرق است، ولی ما بین شایق با شقایق. پس این زمان توبه نما ای جم کرانی، از رعش آوردن به جان این خلایق. من بالاخره جونم بالا اومد، تونستم این شعر رو با نیمه هاش این گوشه هاش همه خورده شده بود، من بالاخره تونستم این رو براتون بخونم. میگفت آقای رفت در استادیوم 100,000 نفری، دوستشو دید، دست داد و بعد مجبور شد با هر 100,000 نفر دست بده. تو رو دروازی گیر کرد. خانم عشرت شایق هم همینطور تو رو دروازی گیر کرده. شکوفه می رخصد از باد بهار،
شده سر تا سر دشت سبز و گلنار. شب رو فهمه بیقرار روز افتاد به سبا بوس دهن برنم سرطان. ای شکوف خنده ی تو جلوه ها دارد با روی زیبا نظری صرفا دارد. ای شکوف خنده ی تو. برنامه سوم رو خیلی مایل هستم با این شعر نوروز جمشیدی به پایان ببرم. این شعر نخستین بار در مجله یا فصلنامه وزین کاوه چاپ شد. اما قبل از اینکه این شعر رو بخونم اجازه بدید یک داستان خیلی کوتاهی، حالا که امروز چند تا یک دو تا مقاله از کیهان خوندم، براتون بگم که چطور شد من وارد کیهان شدم. آلبوم کتخدا رو در سال 1994 تنظیم کرده، 1995 بیرون دادیم و بارها با خود کیهان، مجله های دیگه، نیمروز، حتی ایرانیان کانادا و آمریکا، مجله‌های مختلف گفتگو داشتیم. برای من جوان تازه سر از تخم درآورده که حالا مثلا میری اینور اونور مردم میشناسنت، میگن به به بفرما فلان. بعد آلمانی‌ها جمله‌ای دارن که میگن آدم با، حالا اینا میگن با دشمن خودش، ولی میتونه با زمان یا میتونه با موقعیت خودش رشد بکنه. و خب مثل این که به بچه چلو کباب بدی، به یه نوزاد چلو کباب بدی، خب نمیتونه تحمل میکنه، استفراغ میکنه. بعد بسیاری از ماها هستیم، بسیاری از ماها هستیم وقتی نتونیم اون موقعیتی رو که به دست میاریم هضم بکنیم، یعنی وقتی دماغمون میره بالای سرمون، وقتی فکر میکنیم وای ببین من چه تافتی جدا بافتی هستم که حالا یا آلبوم مثلا بیرون دادم. خب دادی که دادی، خب دادی که دادی. خوبه آدم به تکیه به کارهایی کردش کار جدیدی رو آغاز کنه، خیلی خوبه. اعتماد به نفس هم خیلی خوبه، اصلا لازمیه هر کاری. تو اعتماد به من، اگه اعتماد به نفس نداشتم الان جلوی این دوربین نمی نشستم. اگه اعتماد نداشتم میتونم حداقل 1-2% کار انجام بدم، جلوی این دوربین نمی نشستم. اینا همه خیلی خوبه. اما چون من جلوی این دوربین هستم، از کسانی که پشت این دوربین هستم برتر هستم، چنین چیزی نیست. چون من میتونم برم روی صحنه بخونم، بنوازم، حرف بزنم، شعر بسرایم، شعر بخونم، پس برتر از اون مردمی هستم که اون پایین نشستن، چنین چیزی نیست. که اگر اون مردم نباشن من نیستم. این خیلی مهمه. اعتماد به نفس سالم بسیار مهمه. اما این که تو اعتماد به نفس کاذب، جایگاه کاذب داشتیم، اینجا یکی بود که فکر میکرد که حالا شاید 10 سال بعد از منم آمده بود، یه آلبومی داده بود بیرون و بعد راه افتاده بود تو خیابون که مردم اینو ببینن سلام بکنن. و بعد نوشتم توی آشنا، نوشتم که پسر جان تو اگر مهر، انسانیت و عشق به زندگی، عشق به انسانها، عشق به روزگار درت نباشه و حرفی برای گفتن نداشته باشی، به توونم که بشی کسی نشدی. چرا؟ چون این سازها، این قلمی که در دست منه، این سازی که در دست منه، در واقع وسیله‌ای هست که با اون من بتونم خودم رو، شخصیتم رو به شخص دیگری برسونم. اون ساز در دست من نیست که بگم ببین من ویالون تو دستمه پس من خیلی برتر از تو هم، تو خفش اونجا بشین گوش کن. نه خیر، اتفاقا من اومدم حرف تو رو بزنم، اتفاقا اومدم مشکلات تو رو ببینم چیه و بعد با اون توانایی خودم که دارم بگیرم، مثل اون صدفی که در برنامه اول همین سری برنامه های نوروزی گفتم، این رو بتونم یک مقدار از تیزیش بتراشم
که تو زندگی راحت تری داشته باشی، که من زندگی راحت تری داشته باشم. هنر یعنی در واقع این. هنر میاد که معضلات اجتماعی رو رنگ و روی زیباتر بهش بده. نمیاد به اون بند خدایی که خودش مشکل داره فخر بفروشه که من ببین من بی هنرم، من بی مشکلم، من بی هنر حرف قشنگتری بود به اون آدم ها. من بی هنرم، من بی مشکلم، من با پول تو ماشین مرسدس آخرین مدل گرفتم اومدم و به خود تو فخر میفروشم، مثل بعضی از ایرانیایی که آمده بودن اینجا پناهنده شده بودن، پناهندگیشون رو پس داده بودن، بعد راه افتاده بودن رفته بودن ایران، چون به نام بدبختی اون ایرانی ها دونسته بودن اینجا پناهندگیشون رو بگیرن، بعد به خود اونها فخر میفروختن که ببین من مارک و دلار و پوند و یورو میارم ایران و ببین من چقدر وضعم خوبه، پس به من حسرت ببر، در برابر من زانو بزن. خب اینا اون بدبختی هایی که ما انسان ها داریم. در هر صورت من هم این آلبومی رو که داده بودم بیرون، میدونستم روی فرش باید بمونم، میدونستم که نباید هوایی بشم، ولی باز جوان بودم و گاهی این بادی میزد که من رو هوایی بکنه. یک مقاله فرستادم برای کیهان لندن با نام مجید رحیمی، چاپ نشد. حالا با خود کیهان لندن من چند بار اینترویو داشتم، دوباره مقاله بعدی رو فرستادم باز چاپ نشد. مقاله سوم رو که دوباره فرستادم خیلی شرمنده شدم چون بازم چاپ نشد و من دیگه مقاله برای کیهان لندن نفرستادم. تا اینکه چیزی خواستم دوباره بنویسم، مطلبی رو نوشتم، حالا توی کاوه چاپ میشه، توی نیمروز چاپ میشه، اما تو کیهان لندن چاپ نمیکردن. بعد میام مقاله ای رو مینویسم و اسم دیگری میذارم پاش، میفرستم برای کیهان لندن. کیهان لندن برای مشتریاش این بسته ها رو میفرستاد، یعنی کسانی که آبونمان بودن این بسته ها براشون میومد که من از اینا تمام سری کیهان رو دارم، یک روزی به عنوان کلکسیون میفروشم و میلیونر میشه. علاوه بر این که من اینها رو میومد در خونه، من چون میومدم مدام از پنتاگونم از شهری که پای کوهای آلپ بود می اومدم به دفتر آشنا که در مونیخ هست، یعنی همین آپارتمانی که الان هست، و توی قطار با قطار بیشتر می اومدم، توی بانهوف یا ایستگاه راهن اصلی مونیخ که یک فروشگاه روزنامه و مجله بود یادش بخیر، آوسلند اینترنشنال پرسه یا آوسلند پرسه، همچنین اینترنشنال پرسه که روزنامه های مختلف جهان رو داشت، از همه جای جهان روزنامه داشت و روزگاری هم آشنای ما اونجا فروش میرفت، کیهان میگرفتم و تو قطار میخوندم. اون روزم کیهان رو گرفتم و نشستم توی قطار ورق زدن، دیدم یک تیتری، یک عنوانی به چشمم خیلی آشنا میاد، اون رو برداشتم خوندم، دیدم این مقاله منه، اینا مقاله منه برداشتن، یه اسم دیگه گذاشتن پایینش. عجب کیهان رو نگاه کن ببین چه کارهایی بلده بکنه. مقاله منو برداشتن یک اسم دیگه گذاشتن، تو همین عصبانیت که چرا مقاله منو برداشتن، یه دفعه یادم افتاد نه این اسم خودم نوشته بودم پایش. بعد فهمیدم این مقاله منه با همون اسمی که من پایش نوشته بودم. اینقدر ذوق منو برداشت که به خانم بغلیم که آلمانی بود با ذوق این مجله روزنامه ایرانی رو نشون میدادم و میگفتن خانم نگاه کن ببین من اینو، این مقاله منه، این مقاله منه. اون طفلکم فقط فکر میگه خب این طرف دیوانه است. بعد میگه بله متوجه هستم. یعنی این که تو شوقت رو میخوای با انسانهای دیگه قسمت بکنی، من این رو منفی نمیبینم که چه بسا خیلی هم زیبا میبینم. تو
شادیت رو میخوای با انسانهای دیگه قسمت بکنی. حالا این شادی میتونه با یک نفری که حتی اون راجب این ماجرا هم خبر نداره میتونی باش قسمت بکنی، یا اینکه یادش بخیر خانم گوگوش که آمده بود در سال 2000 رفت کانادا و اون کنسرت رو داد، چندی بعد ویدیوی اون کنسرت به دست من رسید و من آمدم نشستم در کمپتون در خونه روی صفا و این ویدیو رو زدم تو دستگاه و نشستم تماشای این ویدیو. بعد خانم گوگوش که حتما در موردش در برنامه های آینده صحبت میکنم، چون اولین شماره آشنا که آمد بیرون در مورد گوگوش بود و مطلبی رو نوشته بودم و امروز هم هنوز به همون مطلب ایمان دارم، چرا که معتقدم گوگوش ندانسته در جبهه ها جان انسان ها رو نجات میداد. ندانسته خودش اصلا کجا بود، در به قول خودش در روی صفای نشسته بود در تهران، اما جان انسان ها رو در جبهه نجات میداد که حتما در شماره بعدی صحبت میکنم در موردش. اما وقتی ترانه های خاطر انگیز پیش از انقلاب گوگوش رو ایشون دوباره توی کانادا اجرا کرده بود، من نشسته بودم روی صفا و اشک تمام صورت منو گرفته بود. سابرینا دخترم که مادرش آلمانیه، ولی چقدر سپاس روزگار دارم که این دوتا دختر اونقدر قلبشون با پدر مادرشون پیوند خورده که کوچکترین حرکت ما زیر نظرشونه و دقت میکنن، توجه میکنن به احوال پدر مادرشون. دیدم از تو اتاقش احساس میکنه که پدرش ناراحته، یا میاد که مثلا بره توی آشپزخونه میبینه و میاد 7 سالشه حالا میشینه کنار من و میگه که بابا چرا گریه میکنی؟ گفتم براش تعریف کردم این گوگوش کیه و الان آمده در کانادا و کنسرت گذاشته بعد از 20 سال، سال 2000، بله درست 20 سال، 21 سال. بعد دیدم سابرینا هم شروع کرد به گریه کردن. گفتم تو چرا دیگه گریه میکنی؟ آن بعد براش گفتم که اینها جوانی ما رو دزدیدن از ما، اینها این انقلابیون جوانی ما رو، جوانی چند نسل رو ازش دزدیدن و من گریم برای این بود. بعد دیدم سابرینا هم شروع کرد گریه کردن. گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت بابا ایش پشته متوجه میشم بابا، تو رو میفهمم، بچه 7 ساله. خب تو اینو غرق بوسش میکنه دیگه، که این بچه 7 ساله میاد چنان احساسی داره که تو رو درک میکنه که جوانیت رو دزدیدن. نوروز جمشیدی. جمشید جم از خواب یک روز به پا خواست، پرسی ز چه امروز این گونه فریباست؟ گفتند بدو اختر شناسان که بهار است، گاه رویش بذر و زمان کشت و کار است. فرمود که از امروز همه پای فشانند، پیروزی این روز به هر برگ نشانند. این گونه به دفتر شد ثبت در آن روز، این سور نیاکان جشن شاد نوروز. شد سینه به سینه منتقل به هر نسل، این زیباترین روز در زیباترین فصل. در دوره ما نیز نوروز است سرآمد، این چند هزار سالی عید باز درآمد. ما نیز در این فصل
مانند نیاکان نوروز بگیریم به هنگام بهاران، در غربت و در میهن نوروز به پاساز، قصه های دیرین در سال کهنه انداز. برخیز و بخندان، برخیز و بخندان لبهای جهان را، شادان بنما هم خود هم روح زمان را. مشکل داریم؟ برخیز و بخندان لبهای جهان را، تو باعث خنده دیگران بشو. همش که نباید منتظر باشی یکی تو رو بیاد شادت کنه، نیرو بهت بده. تو بلند شو، دست به زانو ببر. در شعر دیگری که میگم، خیز و بچرخون تو خود این چرخ فلک را به دست، وگر نه چرخی نزند به خواه دل چرخ هست. شادی تویی، قصه تویی، ره رو و ره گشا تویی، ای همه کس، ای همه کس، اراده کن که کوه گردد از تو پست، که نیست گردد از تو هست. خودت میتونی باعث و بانی به وجود آمدن شادی بشی. اینجا هم میگم برخیز و بخندان لبهای جهان را، شادان بنما هم خود هم روح زمان را. تا باغ و بهار است به گردونه دوران، تا باغ و بهار است به گردونه دوران، نوروز به جا ماند بر پهنه ایران. با این شعر، با این آهنگ و با این فضا، شما عزیزان رو به روزگار خوش فردای بهتر میسپارم. فردا بهتره، چون تو زنده‌ای، چون تو میتونی، تو هستی که تغییر میدی. میتونیم، هممون میتونیم، هر کدوممون اگر یک سنگی رو جابجا کنیم، ساختمان خانه‌ای که درش امن و امنیت باید باشه برامون فراهمه. پس چون زنده هستیم میتونیم تغییر بدیم. به خودمون ایمان داشته باشیم و بدونیم که تمام این جشنها، این موزیک، این تمام این کارهایی که انجام میشه برای اینه که احوال خودمون رو خوش بکنیم. خیلی خوب، هر کدوم از ما هنرمندی هستیم در زندگی خودمون. میدونیم نقاط ضعف قوت خودمون رو، میدونیم نقاط قوتمون استفاده بکنیم برای پر کردن چاله های ضعف. اگر احتیاج داشتیم به تاریخ پناه میبریم، اگر احتیاج داشتیم به ادبیات پناه میبریم، اگر احتیاج داشتیم به موسیقی، شعر، تئاتر، فیلم، نقاشی و هنرهای بسیاری که داریم، همه چی در دسترسمون هست. امروز هم اینترنت هستش، خیلی راحت میتونیم بشینیم یاد بگیریم. چیزی که من میخوام رو میتونم بشینم یاد بگیرم، از موسیقی گرفته تا هر چیز دیگه. شما هم که خوشبختانه مثل من بی استعداد نیستید، شما هم میتونید، هر کدوم ما رو میتونید. واقعا استعداد چیه؟ استعداد اینه که تو وقت برداری، دل بسوزونی و اون خواستی درونت رو بکشی از درونت بیرون، این سنگ نتراشیده رو شروع کنی، اول تمیز کردن و بعد تراشیدن، بعد میبینی چه سنگ الماس زیبایی داری. کار خودت هم هست، خودت هم برای خودت هم میکنی. اولین کاری که آدم میکنه برای خودش باید انجام بده. دوستان، این سومین برنامه نوروزانه مخلص شما مجید عینی هست و امروز 17 مارچ هست، برابر با 27 اسفند. اگر دوست دارید این برنامه رو، برنامه چهارم و پنجم باز تقدیمتون میکنم. اگر مایل هستید میتونید این رو برای عزیزانتون بفرستید، شاید یک کمکی هر چند ناچیز به عزیزی در یک گوشه از این دنیا بکنه این برنامه. دوستتون دارم و ما بدون هم هیچ هستیم. شادی رو در دل خودتون، در فضای منزل خودتون قوت بدید، چرا که ما بدون این شادی از دست میریم. به درود
برنامه بعدی.